سلام. یک شنبه و دوشنبه 6 و 7 آبان 97، 28 و 29 اکتبر 2018 میلادی، با عذرخواهی از اینکه به دلیل مسافرت از کنار فرودگاه و برنامه دو روز رو در یک روز خدمتتون ارائه میکنم. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه مراسم بزرگداشت کوروش کبیر روز 7 آبان قرار بود در پاسارگاد برقرار بشه. از چند روز قبل سپاه اعلام مانور کرده بود و نیروهای انتظامی هم مأمورین از شب قبل چادر زده بودند و تمام راه‌های ورودی به پاسارگاد رو بسته بودند. ترافیک سنگینی از شیراز تا پاسارگاد دیده می شد و مردمی که از نقاط مختلف خودشون رو به این منطقه می خواستند برسونند با مقاومتی مثال زدنی ساعتها در ترافیک گیر کردند. خانم مسیح علی نژاد فیلمی رو روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده که البته بعدن این فیلم از کانال‌های دیگر و توسط افراد دیگری هم که گرفته شده روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و دختری رو نشون میده که امروز دوشنبه در میدان انقلاب تهران در اعتراض به حجاب اجباری روسریش رو برداشته و بعد از مدتی مأموران او رو پایین میکشند و با خود میبرند. هنوز هویت این دختر خیابان انقلاب، دختر معترض به حجاب اجباری اعلام نشد. 6500 کارگر خطوط و ابنی فنی راه آهن هم که 6 ماه با مشکل حقوق مواجهند و گاهی تا 3 ماه حقوق نگرفتند، سومین روز اعتراض خودشون رو پشت سر گذاشتند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس دومین روز اعتراض خودشون رو پشت سر گذاشتند. یک شنبه و دوشنبه تجمع اعتراضی داشتند به کیفیت پایین غذا، وضعیت سلف سرویس و داستان پولی کردن دانشگاه که مدتی است در دانشگاه‌های مختلف غیر از تربیت مدرس هم مطرح. در استان اصفهان کشاورزان منطقه کوشک هم در دهانه شهر کوشک تراکتورهای خودشون رو مستقر کردند و اعتراضشون به آب و عدم اختصاص آب برای کشت پاییز است. در شهرهای مختلف کشاورزان تراکتورها رو به میدون میارن و گاهی چادر میزنن و تمام شب بیتوته میکنن. جمعی از کارگران حمل و نقل پالایشگاه آبادان هم خواستار افزایش دستمزد شدند و دست به تجمع اعتراضی زدند و کارگران شرکت هپکو بیش از 950 نفر که در چندین دور دست به اعتراض زده بودند، 15 نفر از فعالین کارگری به حبس‌های از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند و 74 ضرب شلاق، ولی این مجازات برای مدت 5 سال تعلیق شده. در واقع شمشیر دموکلنس و تهدید رو بالا سر کارگرا نگه داشتند تا از اعتراضات بعدی اونها جلوگیری کنند. موضوع دوم اینکه فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود و گشت ارشاد رو نشون میداد که در سوهانک محل دانشگاه آزاد در این منطقه دختر دانشجویی رو باهاش برخورد میکنه و به عقب میرونه و در حال زیر کردن او هست برای با سرعت کمی برای چند ثانیه و نزدیک 1 دقیقه، این فیلم باعث شد دانشجویان دست به اعتراض زدند که خبرش رو قبلا دادیم. اما جالب، پلیس، فرمانده
پلیس تهران آقای حسن رحیمی عنوان کرده که این فیلم تقطیع شده است. فیلم اصلی نشون میده ترمز کردن و بعد از تقطیع در فضای مجازی منتشر شده که بعد به ایشون گفت خب شما اگر راست میگید فیلم اصل کاری رو بگذاری تا دیگران هم ببینن. آنچه که در این فیلم دیده میشه این است که ماشین گشت ارشاد دختر دانشجو رو باهاش برخورد میکنه و برای چندین ثانیه او رو هل میده به عقب. دفتر آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران رو هم بنیاد مستضعفان تخلیه کرد و اون رو بستن. گفته میشد این دفتر رو حسن خمینی در اختیار آقای خاتمی گذاشته بود که به این ترتیب او رو از داشتن دفتر هم محروم کردن. در خصوص نامه آیت الله شیخ محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی اعتراضات گوناگونی از طلاب قم و همینطور نیروهای سیاسی تا کنون ابراز شده و جمعی از مدرسین هم اعتراض کردند، از جمله آیت الله عندلیب همدانی که یه نامه‌ای گفته که من مدتی بود فکر می‌کردم از جامعه مدرسین کنارگیری کنم و حالا به تصمیم رسیدم و استعفا داده از جامعه مدرسینی که شیخ محمد یزدی دبیر اون هست. دفتر آیت الله شبیری زنجانی هم بیانیه‌ای داده و گفته ایشون نظری نداره و شاگردهای او جواب خواهند. در واقع نهایت بی اعتنایی رو به شیخ محمد یزدی و نامه توهین‌آمیزش کرده. موضوع سوم این که بورس انرژی بالاخره روز یکشنبه به راه افتاد و در اولین روز اعلام کرد که 235,000 بشک نفت رو در اختیار 3 نفر قرار خواهد داد تا در دنیا بفروشند. اسامی این 3 نفر یا شرکت و مؤسسات اونها اعلام نشده، ولی با توجه به اینکه قیمت رو گفتن تنها 4 دلار در هر بشکه زیر قیمت نفت دریای شمال هست و باید 20% وثیقه بسپرند، با 20% قیمت نفت رو به ریال و بعد هم بانک اونو تضمین بکنه، از پیش قابل حدسه که کسانی که این رو گرفتند امکان نداره بتونن نفت رو گرونتر از نفتی که خود وزارت نفت میفروشه بفروشن، چون قیمتی که دادن گرونتر از قیمت خود فروش وزارت نفته و در نتیجه به احتمال زیاد ارزانتر در دنیا خواهند فروخت. قید اون 20% ریالی رو هم میزنن، بانک هم تضمینش بی محتوا خواهد بود و عملا پول نفت ایران رو بر نخواهند گرداند، کاری که بابک زنجانی تا 3 میلیارد دلار کرده بود. این 3 نفر وقتی اسامیشون در بیاد بهتر میشه قضاوت کرد، برای اینکه به احتمال زیاد وابستگانی به بیت رهبری، سپاه و عناصری اینچنینی دستن در کار هستند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که 88 میلیون تلفن همراه در کشور وجود داره، رشد چشمگیری داشته، یعنی عملا بیشتر از 80 میلیون جمعیت کشور که 20% فقط در تهران، الباقی در بقیه کشور، و بازار موبایل ایران بیش از 6 میلیارد دلار در سال. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم خبر داده از اینکه تنها در 45 روز گذشته 1.5 ماه اخیر 959 نفر به دلیل مصرف الکل مسموم که معمولا الکل متیلیک هستش به جای الکل اتیلیک، مشروبات قاچاق، مسموم شدن که در استانهای هرمزگان، خراسان شمالی، کرج و تهران عمدتاً بودند و 84 نفر از این بیش از 900 نفر فوت کردند، 27 نفر نابینا شدند و 305 نفر هم دیالیز شدند. موضوع چهارم این که رادیو اسرائیل اعلام کرده که شامگاه روز جمعه به حومه دمشق فرودگاه عزه که محل پاسداران
ایران و همینطور تیپ 4 معظمیه بوده با موشک حمله کرده. این 207مین حمله اسرائیل به خاک سوریه است. دولت سوریه هم حمله رو اول تکذیب کرد ولی بعد تایید کرده و گفته ولی اون رو دفع کرد. در برزیل جایر بولسانورو با 55% آرا رئیس جمهور برزیل شد. او ژنرالی راستگرا و بسیار خشن در پیشینه زندگیش است و کسی است که به ترامپ برزیل معروف شد. اما موضوع آخر این که آقای روحانی در جریان معرفی 4 وزیر خودش که در مجلس رأی آوردند اعلام کرد که با خیلی کسای دیگه هم مصاحبه کرده بوده ولی اونها استخاره کردند و برای وزیر شدن استخاره یاری نکرد. آقای پناهیان هم که به واعظ بیت رهبری معروفه فرمودند که در جواب سوالی که اگر قرار بود کسی رو برای راهپیمایی 40 در عراق دعوت کنید چه کسی رو دعوت میکردید، ایشون گفتن میل گیبسون هنرپیشه و کارگردان هالیوودی رو دعوت میکردن چون ایشون با داستان امام حسین آشنایی دارن. اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.